دوستان گرامی با اصطلاحات در خدمتتون هستم در درس قبل شماره 35 در سایک سو اتفاس هم به معنی که این کاره باشی خلاقیت برای یک کاری رو داشته باشی رو گفتم در این درس شماره 36 میریم سراغ همون سایک رو باز داریم زیش خود را اینس اینس این داس این داس میشه اینس خلاصش این سایک legen، یعنی خود را توی کار انداختن به این معنی هست Sieg این Zeug legen به این معنی هست که Sieg anstrengend به خودت زحمت بدی تلاش کنی Sieg anstrengend مثلا اگر یه امتحان داری باید بخونی Ich muss mich باید تلاش کنم باید کوشش کنم یه چیزی anstrengend باشه anstrengend زحمت بره راحت نیست anstrengend پس این صفت رو احتمالا بدون یه چیزی زحمت بر باشه راحت نباشه دستیس انشترین مثلا شپورت ایس فمیش انشترین ورزش برای من سخته زحمت بره خب زیش انشترین زیش این سایک لیگن من میتونم بگم باید فور بغیتونگ فور بغیتونگ ها بیش میش این گلیگت برای آماده شدن برای آمادگی مثلا امتحان دارید آماده شی برای امتحان بایدر فور آف دی پروفون میشه گفت بایدر در فور آف دی پروفون ها میش میتونم یه صفت بهش بدم مشتیش یعنی با قدرت با قدرت این سوگ گلکت خودم رو تو کار وارد کردم مشتیش مشتش از ماخت میاد که دی ماخت هست به معنی قدرت دی مخت مشتش مثلا ممکنه بگن امریکا اس مشتش قویه مم؟ یه غذا میتونه قوی باشه آبگوشت اس مشتش آبگوشت قویه کل پاچه ایز مشتیش یعنی <laughs> سنگینه یه جورایی درسته خب باید فور بقیتون افتی پروفون خبه ایش میش مشتیش این سوی گلگت دس گیش تا فون آوس گیش تا فون آوس اینجور فکر میکنم گه تا فون آوس به معنی دنکه ایش گیش تا فون آوس مساویه ایش دنک ایش آس, دس هلپ گه تا فون آوس دس اش دی پروفونگ بشته که امتحان پاس میکنم بنابراین فکر میکنم امتحان پاس کنم امتحان پاس میکنم میتونیم این کنیوکتیو هم استفاده کنیم به ورده حالا اگه بخوایم این مقدار نمیدونیم دقیقا ولی به شتن واقعیه دیگه دستیش دی پروفون بشته پس زیش این سویک لگن مثلا یه پروژه رو میخوایم شروع کنیم وی موسن اونس این سویگ لگن وی موسن انفانگن وی موسن انفانگن اونس انسوشترنگن شروع کنیم به خودمون زحمت بدیم اینجوری میشه گفت Wir müssen, wir müssen an die Arbeit. Wir müssen an die Arbeit. An die Arbeit werden wir Kar. Kar. Wir müssen an die Arbeit.